یک قدم بر سری وجود نهی ون دیگر بر دری ودود نهی ی ودود ودود بینندههای عزیز برنامه اشقان رفان تلویزیونیمان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امیدوار استم با خانوادههای گرامی خود به حفظ و امان الهی بوده و اامرا بهخوشی بذرانم پروردگار دانا و توانا را سپاسگزار استم که امروز هفتمین برنامه خود به اساس تقاضای عده زیادی از دوستا در مورد زندگی حکیم صنایع غزنوی اختصاص دادیم و صحبت میکنیم و سوال های دوستا را هم داخل برنامه جواب میدیم ابوالمجد مجدود بن آدم حکیم سنایی رزنبي، در اوایل قرن ششم و آخر قرن پنجم در آسمان و عرفان غزنی طلوع کرد در 63 سال عمر پربار خود آثار ماندگار خلق کرده که حدیقت او دایره المعارف عرفان یا قانون مدت زیاتی از عمر خده در سفرهای بلخ نیشاپور سرخص گذرانید و به سفر حج بیت الله رفت وقتی که از سفر بازگشت حکیم با برخورد به یک مجذوب مشهور به نام خاجه شمسالدین محمد الاه خار تحول مؤمنانه و عارفانه کرد و از یک حکیم مدا و شاعر درباری و یک عارف نامور و نامیرا بدل شد بر علای عرفان حضرت حکیم سنایی با حکمت از گرفتن از قرآن عظیم حکیم بود عارف هم شد حکیم سنایی غزنوی رحمت الله علیه وقتی که روزی به طرف دربار بر چای غزنوی چیزی نوشته کرده میبره در گلخن حمام در راه گذرش صدای را به گوش خود میشنوه که میگه بنوش به کوری چشم سلطان غزنه که هنوز ملک غزنه را سر سامان نداده در غم فتح دوستان است باز میشنوه که میگه بنوش به کوری چشم سنایگک که جملات را پیهم کرده و صفت کسی را میکند که مانند خودی اوست بدون آن که بداند که خالق خود را باید صفت این سخنان مانند سخنان شمس در مولوی بلخی تاثیر عمیق در دل و جان حضرت حکیم سنایی میکنه البته قبل قلب ای خدا مرد آموده ای امیتر یک تحول مؤمنانه و عارفانه شده اگر نه از این گپا بسیاری کسا شنیده اما نه عبرت گرفته و نه تاثیر سرش کرد حضرت حکیم الهی وقتی که از سفر برمیگرده در غزنی حتی خانه برای سرپناهی برای بود و باش نداره یک شخص رادمرد مرد به نام احمد مسعود تیشه خانه خود در اختیار قرار می‌دهد. ده همو خانه است که حضرت حکیم غزنوی بزرگترین اثر عرفانی عالم اسلام و عالم جهان خلق میکنه که او حدیقه الحقیقه و شریعت و طریقه است این تکمیل میشه گرچه دربار غزنوی از حکیم به بسیار خوبی استقبال میکنه اما حکیم دیگر حکیم نیست که به دربار برود آثار حضرت حکیم بزرگ دیوان حکیم سنایی حدیقت الحقیقه سیر العباد الی المعاد عشق نامه عقل کارنامه بلخ و مکاتیب سنایی مکتوبات بزرگان دیگر در مورد حکیم الهی سنایی غزنوی چی میگن؟ هم از هم کیش و هم زبان ما و غیر هم کیش و هم زبان ما حضرت مولانا بلخی رحمت الله علیه میگه مگه سنایی حکیم الهی است امام الغیب است شیخ العارفین است و حدیقه او را الهی نامه میخوانه اما مرد بزرگ دیگری به نام جامی میگه غزنی را افتخار بس است که سنایی او با, با دنیا آمدن که البته تاثیر پذیری حضرت مولانا را از حضرت حکیم سنایی غزنوی شرح میکنیم اوشو یک عارف دیگر از غیر مسلم او میگه نام سنایی غزنوی برای من از اصل شیرینتر و از شراب بهشتی پرکیفتر است زیرا این صوفی منحصر به فرد ناممکنات را در عالم سر ممکن ساخت. علامه اقبال لاهوری در مورد یه حکیم بزرگ میگم میگم ما در مزارش رفتم پرسیدم که طریقت چیست ای حکیم ای شیخ العارفین گفت برای ما گفت که طریقت شرع را در عمق حیات خود دیدن است و در یک روبایی زیبا میگه مای ما روشن ز من فرو ریخت خوش آمردی که در دامانم آویخت نصیب از آتش دارم که اول سنایی از دل رومی برانگیخت. اقبال میگه ماز او ات بره دام ک ثنایی از دل رومی براورده امام تفکر حضرت بیدل صاحب دل ک شعر به اوجش برد سلابتو تسویرو خیاله در مورد حیم ثنا رمةاله عليهه ز جیب تحقق ندوزدیده سر ز شعر ثنای ریبان مدر اندیشه حضرت ثنایی چه ست یک قطبه متشرع ست میگه مردگی کفر و زندگی دین است هرچی گفتم مغز آن این است در مورد عقل و ایمان چه میگه؟ میگه در جهانی که اقل و ایمان است مردن جسم زادن جان است جان فدا کن که در جهان سخن جان شود زنده چون بمیرد تند عقل را پادشاه میدانه میگه عقل تو را میبره تا در او اما عشق تو رو در برای اون میبره حکیم الهی را گرچه خود به متشریع میگن میگه عارف زاهد است نه عارف عاشق مثل مولانا و حافظ ولی بالاتر از همین در مورد عشق کی گفته که از نظر این حقیر حضرت حکیم الهی حکیم سنایی غزنوی برای برا را که حکیم است خود به است عاشق است عارف عاشق است خودش به صراحت میگه از کیش و طریقتم چی پرسی حضرت سنای میگه از کیش و طریقتم چی پرسی عشق است مرا طریقتو کش و یا در جای دیگه میگه عشق بر طرز عقل و از جان است لی معلای وقت مردان است ترجمه اش عشق نظر به عقل میگه عقل تو را تا در برش میبره در برش تو را عشق میبره میگه به دلیلی عقل را نبری خیره چون دیگران مکن تو خری فلاسفه میخواین که از رای عقل و استطلال به حق برسن جستر جستجوی حق هستند و رفاخو از راه عشق رسیدن سلای رحمت الله علیه میگه به دلیلی عقل را نبری خیره چون دیگران مکن تو خرید واضح میگه که عشق بر طرز عقل و از جان است لی وقت مردان است لی معلای وقت مردان اشاره به حدیث قصی است که حضرت حضور صلی الله علیه وسلم در میراد گفت مرا با پروردگار این وقتی بود که در او هیچ ملک مقرب و نبی مرسل نمی گنجید. حضرت حکیم الهی سنایی رحمت الله علیه تعالی این مبارک حکیم هست عارف هم هست. مثل که شیخ اشراق شابودین سهروردی هم فیلسوف هست هم عارف. حکیم سنایی رحمت الله هم حکیم است هم عارف. هم قطب متشرع است و هم قلندر عاشق. شاعر زهد و است. تاثیر حضرت حکیم الهی صنای از نبی رحمت الله علیه بر مولانا به حدی است که پروفسور سلیم اختر کتاب نوشته به نام مولانا در راه سنایی قصه ها و حکایات را که در حدیقه شریف در حدیقه الحقیقه حکیم سنایی به صورت اجمال آمده در مصنوی شریف حضرت مولانا او را مفصل شرح کرده مثل حکایت پیل و تاریکی و دیگر حکایت ها در کتاب مصنوی و فیمافی هم از حضرت سنایی یاد شده تک های حضرت سنایی آورده شده تشابه و مشابهت در کلام به حد زیاده است از نظر لفظ و مانا که یک بیت ما به طوری مثال میگم حضرت سنایی رحمت الله علیه میگه میگه صوفیان هر نفس دو عید کنند انکبوتان مگست قدید کنند ببینین عین بیت حضرت مولوی بلخی چی میگه میگه عارفان در دم دو اید کنند انکبوتان مگس قدید کنند این تاثیر است از حضرت سنوی بر مولای بلخی مولای بلخی خودش میگه اتار روح بود سنوی دو چشمی او ما از پی و اتار آمدیم ترک جوشی کرده ام من نیم خام از حکیم غزنوی بشنو تمام به نظر ما این بیت حضرت ابوالمانی بدل که میگه جایب تحقق ندوز دیده سر ز شیر سنوی گریبان مدر یک چیز را اثبات میکنه که کسی که تحقیق نکنه در قرآن در حدیث به کلام سنوی رحمت الله علیه پای بره همه کتب عرفانی هم از نظم و نصر از فصوص الحکم ابن عربی رحمت الله علیه شروع تا مصنوی معنوی شریف مولوی بلخی همه از چندین قلم شرح شده چندین شخصیت بزرگوار شرح کرده اما هدقةالحققه و شراطرقر ثنا تا حال مکمل شرح نش صرف ی باب در ایران افرانسياور شر د وبس و در ابل ر شرا اجتماع غزنه باسطان شهید مولو غلام جیلاني ارفان بنیانذار شرح دقه شد باب ش بعد از شهادتش اکادمیسین عبدالحد یشتتی ادامه داد استاد خلیل رحمان سعید ادامه داد ما هم در پهلوی امی استادا ششته بودیم و هم درس گوش میگرفتیم هم یگان حکایه یگان استشهاد داشتیم در یوتیوب خود ما هم در چینل اندیشه های عرفانی لمن غزنوی بعد از ختم تشریح شرح حکایات مصنوی شریف ما هم تدریس حدیقه شریف شروع کردیم در دست هشتم رسیدیم علاقه عزیز صاحب دل که میخوان بشنون از چینل یوتیوب ما شهر شاری عدیقی شریف شهر شدامه دار حضرت حکیم سنایی رحمت الله علیه در مورد قرآن ارزش قرآن و چی, چی وقت قرآن ما میتونیم ازش فیض ببینیم، اثر کنه سر ما این مست شویم از شراب قرآن و چی وقت است میگن؟ میگه عروس حضرت قرآن نقابان گه که دار الملک ایمان را مجرد بیند از غوغا عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیز جز نقشه که از خورشید و جز گرمی نبیند چشم نابینا میگه کسی که قرآن عظیمه بدون معنا و تدبر در معنا و تفسیر میخوانه مثل کوری است که در آفتاب استاد است گرمی آفتاب احساس میکنه اما فیضش که روشنیش است نور و زیای آفتاب است نمیبینه در مورد تایی طریق مدارج انفانی از یک پله به دیگه پله سعود میکنه و رفا مقام میگیرن در این مورد رفای مختلف نظریات مختلف داره مثلا حضرت شیخ خطار نیشابوری رحمت الله علیه هفت شهر میگه هفت شهر اشب از درد شروع میشه طلب و عشق و معرفت و تا فنا و بقا حضرت خوج الله انصار شیخ الاسلام پیر هیرات صد منزل میگه مثلا ابو علی سینای بلخی دو منزل میگه اما حضرت سنایی با همت بلند عرفانی خود ای پدر عرفان پدر ادبیات عرفانی که شفیق کردگنی میگه میگه باید ادبیات عرفانی را از زبان فارسی را از دوران سنایی ما قبل سنایی ما بعد سنایی طبقه کنیم ما تقسیم کنیم یعنی ادبیات عرفانی ما قبل سنایی ما بعد سنایی این مبارک یک منزل میگه

هر چقدر که بگویم هر چقدر که بگویم کم است به خاطر که حکیم الهی کسی بوده که بو بنیان گذار ادبیات عرفانی و شعر عرفانی است اولین دیوان مدون در عرفان و تصوف حدیقت الحقیقه و شریعت و تریب است این کتاب مستطاب چندین باب داره مسائل اجتماعی هست مسائل اخلاقی است، مسائل عرفانی است. حتی تا تعبیر خواب انتقاد بر یاکارا و فاسدا کتاب که واقعا حدیقه است و هدیقه حقیقت خود حضرت یکیم الهی سنای رحمت الله علیه در مورد حدیقه خود میگه هر کی باشد سخن شناس و حکیم همچه قرآن را نهد تعظیم شنوانده و بیننده های عزیز من پردازیم به سوالات ای برنامه روح حضرت مولا العارفین سنایی غزنوی حضرت مولانا بلخی تا مولانا اقبال همه اولیا شای اولیا شاد باشه پروردگار از مرازی شاد سوال برنامه خود میبیریم که به جناب محمدی سب خودم سوال ها آمده به ما جواب میپردازیم دوست اح... به نام احمدی گرامی پرسیده که مولانا اطاولا فیضانی کیست؟ احمدی گرامی حضرت مولانا عطا الله فیضانی رحمت الله علیه یک عالم جید پیر کامل یک دعوتگر مسلح صاحب آثار بزرگ از سرزمین حیرات افغانستان بوده در کابل زندگی کرده آثار پربار داره چندین اثر که جمع آثارش به نام شش جام در یک مجلد چاپ شده فرزندشان جناب معتصم بالله مذهبی سجاده نشینش می باشه بر که در علم ظاهر تبخور داشته حضرت مولانا فیضانی پیر کامل طریقه قادریه شریف بوده فرزندش جانشینش از خانقا داشتن نشرات دارن سبیه مبارکشان بی بی فخر نسا هم فعالیت اجتماعی و عرفانی داشته هم در محیط اجرت هم فیلن معلومات ما در مورد حضرت مولانا فیضانی رحمت الله علیه به که سوال های دیگه است همه قدر است روح بزرگ مرد شاد باشه و سوال بعدی فرق درک روح و خودشناسی دوستی عزیز ما در برنامه قبلی گفتیم که نفس اما چیزی را که ما روح میگیم اما قوای مستقلی که انسان تا او ست او زنده است مستقل از بدن است و نمور در قرآن عظیم به نام نفس یاد شده و پروردگار عالم برای خود هم نفس گفته برای انسان هم ولی او چیزی که به نام روح یک بار یاد شده که باز گفته شده که از روح پرسیده میشه و به شما برش بگن که روح از امر رب ماست یعنی از عالم خلق نیست از عالم امر است و به شما علم قلیل داده شد اونجا علمای کرام میگه این مربوط به روح القدس است و چی وقت ما به خود شناسی میرسیم اون موقعی از حضرت شمس مولای حضرت مولانا است که میگه خدا پرستیان است که خود پرستی را رها کنی هر وقت که خدا ندیدی وقت خدا را دیدی او را به او میبینیم او را به خود دیدن نمیتونی و نمود تر گفت که یک قدم بر سری وجود نیه و اندیگر بر داری وجود نیه از جهت ایجاد سپای منار مگه که هر او را به او نبیند و از او به او اش نور زد، کافر است. این سوال با شماست و او یک موهبه الهی هست خودشناسی و خداشناسی با اساس ذکر و فکر و مراقبه و شهود هم میشه با اساس ریاضت و عبادات هم میشه ولی فرق میکنه راه کدام راه طویل است کدام را کوتاه حضرت مولانا بزرگ در مسنوی شریف اما قصه یک برادر یا هم تیت میشه و یک کسی با زربیل یک یک دانه او جمع میکنه و یک کسی دیگر مکناتیس همی حرکتش کلش یک جایی زود جمع میکنه این می فرق داره که از رای عقل و استدلال ما دانه دانه مجبور برادر رو بچینیم ولی در رای معرفت و عشق و محبت مثل یک مکناتیس ایش قوی الکترومغناطیسی است که صلاحیت یک جا کردن جزء و کل تالای تنهایی داره این مغناطیس زدن و کل برادر جمع کردن این راه آسان تر است این یک موهبه الهی هست و گفته که چند نوع نفس است و ما در یوتیوب شخصی خودی گپ نشر کردیم در سوال های برنامه قبلی هم بوده که چند نوع نفس است قرآن عظیم شان میگه نفس اماره لوامه مطمئنه و کرام میگه که نفس اماره لوامه ملحمه مطمئنه راضیه مرزه و صافه ال بعد با سوال ترار هس در هر برنامه تقربا مشه فرق بين شریعت و طرقت اللم اقبال رحمةالله عله م د مزار حرت حиم سناي رفتم رسدم طرقаت چست گفت شرع را در اون حیات خود دیدن ما بارها گفتیم برای دوستان عزیز خود بیننده های عزیز برنامه عشق عرفان که شریعت و طریقت دو روی کس. یک سکه است یک راه است به طرف حق سبحانه و تعالی ظاهر امیرا شریعت است باطنش طریقت عمل به شریعت طریقت است سوال دیگر از یک دوست ماست که چگونه ما یک خدا را یک ولی واسل بشناسیم که نمیه آدم ولی هست اول خو اولیاء الله کرام نظر به حدیث شریف اولیاء تحت قبای پوشیده هستند کس نمیشناسه و بعدا این است که ای برای که ما کس نمیشناسیشون بین خودم حتی یک دادش ولی مستور است نمیشناسن و گپ دیگه از نظر عقایدی است که خودشان نبایدم بگه که ما ولی هستیم که فرق نبی ولی دمی است که نبی کرامت خدا نبی مجزی خدا اظهار میکنه ولی کرامت خدا پنهان مخاطب زو عام است مخاطب زی خاص ای اجازه داره که بگه یک مکرامت دارم مجزه دارم مبوس شدیم به همین پیغمبری و تبلیغ ولی ولی اجازه نداره که بگه ما ولی هستم حق نداره بگه مسایب کرامت هستم و, و کرامت آشکار بکنم. باید کرامت خود پنهان بکنه و خود پنهان بکنه یک گم و دیگه شناخت پیر کامل از شیخ عبدالقادر گیلانی چند خصوصیت یازده خصوصیت میدانه برای پیر کامل که میگه پیر کامل نشانش نمیست که اول رو که ببینی خو عمومی هم میگه پامس که خدا و آخرت دیادت به دیگه یازده مشخصه و ویژگی که برایش میگه میگه پیر کامل دارای صفت سرطاریت حضرت خداوند است دارای البته نه به که پروردگار داره به صفت بنده ستاریت صفات الشفقات والرفقات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، صفات سدكم صدق بوداني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، صفات عدالته وعدل أذنه أمر رضي الله تعالى عنه، وصفات حيوي خوان خاندانه أذنه أسمون رضي الله تعالى عنه، وصفات علميات وشجاعت أذنه علي كرام الله وجه شيعه له، وقتي ما و از نظر دیگر بزرگ مردان میبینیم که ولی کی است و انسان کامل کی است باز ویژگی های دیگه است مثلا حضرت شمس یک انسان کامل میگه که انسان کامل کسی است که دانشمند باشه بینشمند باشه ایثارگر باشه دیگر پذیر باشه متواضع باشه استقلالیت داشته باشه و کسی باشه که از خودپرستی گذشته باشه و به حق رسیده باشه این از خود فانی به حق باشه سوال دیگه دیگه فکر کنم از این برنامه سوال نداریم از دوستای عزیز ما از بیننده های گرامی برنامه عاشقان عارفان تلویزیون ایمان آرزومند هستم که تقاضای ما همیست که هر موضوعی را که شما دلچسب است براتون در موضوعی که میخواین معلومات داشته باشین یا مشکل دارین در شعری کدام از عارف بزرگوار یا کدام لطیفه و مقوله عرفانی او رو در سوالات خود بگنجانین و نظر خدا بتن که برنامه چه قسم بهتر شوه و سر کدام عرفای های متقدم و صحبت بکنیم شما رو به پروردگار پاک امانت میسپارم تا برنامه بی آینده خدا حافظ و ناصر شما سلام علیکم و رحمت الله و برکات.